یاران خوب درود بر شما آغاز میکنیم پونزده همین جلسه الفبای شاعری رو با عنوان قالب های شعری یک سری از قالب ها رو ما تو شعر عروزی گفتیم براتون یعنی تقریبا اکثرش رو گفتیم الان میخوایم بررسی کنیم قالب های غیر عروزی رو یعنی ما چند نوع شعر در ادبیات فارسی داریم خب ما قبل از اینکه قالب ها رو شروع کنیم یک بحر رو با هم کار کنیم بله مفتعل مفاعل مفتعل مفاعل دو تا مفتعل مفاعل سر سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند مفتعلون مفاعلون سر و من چرا؟ مفتعلون مفاعلون میل چمن نمی کند این جاس مفتعلون سر و چما نمن چرا مفاعلون مفتعلون میل چمن نمی کند مفاعلون همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند مفتعلون مفاعلون مفتعلون مفاعلون تا دل هر من رفت به چین زلف او زین سفر دراز خود میل وطن نمی کند یا عزم سفر وطن نمی کند مفتعلون مفتعلون مفاعلون بسیار بهر زیبایی است بله ایزان روی این بحر کار کنید سعی کنید تا جلسه بعد یکی دوتا شعر بگید خب انواع دیگر شعر فارسی امروز شعر نو ترانه و سرود بهر طویل شعر ز قبل از شعر سپید شعر محاوره بهر طویل شعر سپید خب شعر نو عزیزان شعری است که تابع ارکان عروزی هست بعضا قافیه هم داره منتها در ارکان عروزی ما مصرعامون با هم مساوی بود بیت هم با هم مساوی بود یعنی اگر که این مصرعیمون سرکن داشت همون سرکن رو این مصرع هم داشت و همه شعر تا آخر چهار رکن داشت به همین ترتیب پنج رکن داشت به همین ترتیب هر ای تابع اون پنج رکن بود بیرون نمیزد ولی در شعر نو این ارکان وجود دارن ولی کم و زیاد میشن سه تا میشه دو تا میشه چهار تا میشه پنج تا میشه شش تا میشه یکی میشه دو تا میشه به این صورت هی کم و زیاد میشن و هر یه مقدار هم که میاد پایین قافیه دارن شعرهای موفق شعر نو شعرهایی که از قافیه قافل نمیشن چون گوش ایرانی برای شعر به قافیه عادت داره بعضی ها فکر میکنن که شعر نو رو نیمایوشیچ آغاز کرد نه ایزان نو بسیار سابقش بیشتر از اون بود منتها جدی گرفته نشده بود برای مردم شناخته شده نبود هستن شاعرانی که در این فرم شعر گفتن اصلا خود بهر طویل میشه یه جورایی گفت که شعر نوه چون اونم عروز درش دخیله ولی نیما اومد این رو جدی گرفت و این سبک رو به نام ایشون به ثبت رسید در حقیقت شعر نیمایی هم میگن میگن شعر نو یا شعر نیمایی الان نمونهش رو براتون خواهم خوند اگر تعریف من یادتون نره نه ازده بدید بخونم بعد دوباره بریم سراغ بعدی یه شعر معروفی داره فریدون مشیری به نام کوچه حتما شنیدید بیت و محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم میبینید که تابعه موسیقی های عروزی است این شعر چون شنیدید من پاسخی که هما میرفشار به این شعر کوچه فریدون مشیری داده براتون میخونم بی تو من زنده نمانم بی تو توفان زده دشت جنونم سید افتاده بخونم ببینید قافیه رو میاره کجا میاره دست خودش آزاده میتونه سه خط پایین تر بیاره چهار خط پایین تر بیاره میتونه بلا فاصله بیاره تو چسان میگذری قافل از اندوه درونم بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره اشک درخشید به چشمان سیاهم هم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم دگر از پای نشستم گویا یا زلزله آمد گویا یا خانه فرو ریخت سر من ادامه داره از همونطور که میبینید شعر نو تابع روشنهای عروزیه اونتا کوچیک و بلنده قافیه شاعر دستش بازه که بلا فاصله بیاره یا با فاصله بیاره این از شعر نو یا شعر نیمایی چرا میگیم شعر نیمایی؟ چرا میگن؟ به خاطر اینکه نیما خیلی جدی پرداخت به این سبک شعر گفتن و شاید نیمی از اشعارش غیر از حالا اون شعرهاییش که در قالب عروضیه نیمی از اشعارش در همین قالب شعر نو هست به نامش ثبت شد یه جورایی خب ترانه و سرود چیه؟ <تصفح> این دوتا خیلی با هم فرق ندارن عزیزان ترانه و سرود شعری است که بر اساس یک آهنگ و ملودی خاصی سروده شده <applause> شما الان یک کتاب های زیاد در اومده توی بازار هست تمام ترانه های های قدیمی رو از الهه و هستی و هایده و حتی شجریان و آقاسی و همه رو نوشتن اسم شاعر رو نوشتن آهنگساز خواننده همش هست و شعر رو نوشتن شما خیلی از اینا رو که تا حالا آهنگش رو نشیده باشید وقتی میخونید میبینید چقدر بیمزه است مثلا نمیتونید بخونید لذت نمیبرید ازش چرا؟ چون این بر اساس یک ملودی ساخته شده اون ملودی رو باید بدونید تا حالا این شعر براتون لذت بخش باشه ترانه با سرود چه فرقی میکنن؟ سرود معمولا مزامین ملی و حماسی دارن، ترانه عاشقانه است. فقط در مضمونه که تفاوت میکنه. و سرود معمولا از زبان کلاسیک و فخیم استفاده شده، ولی در ترانه ما زبان محاوره هم زیاد به کار میره. هم ترانه هایی داریم که با زبان کلاسیک هم ترانه هایی داریم که با زبان محاوره است که بیشتر ترانه ها به زبان محاوره است خب حالا شعر محاوره چیه؟ شعر محاوره بر اساس همین جوری که حرف میزنیم سروده شده یعنی کلمات رو میشکنیم ادبی ادا میکنیم اگر رو میگیم اگه میخوانم و میگیم میخونم میتوانم و میگیم میتونم خب این تفاوتی است که شعر محاوره با شعر کلاسیک داره خیلی ها من دیدم توی ها میان میگن که من یک ترانه تقدیمیتون میکنم بعد شروع میکنه یه شعر محاوره خوندن عزیزان شعر محاوره ترانه نیست اسمش ترانه اون نیست که بر اساس یک ملودی خاصی ساخته شده باشه شعر محاوره شعر محاوره است حالا نمونه های اینها رو باز براتون خواهم خوند بهر طویل یه دفعه تو این سلسله صحبت ها تو این سلسله جلسات من بهش اشاره کردم یک عالب شعری است که در قدیم خیلی سروده میشد استاد حالت فریدون توللی و بعضی از شاعران دیگه خیلی دارن اصلا حالت دو سه جلد از کتاباش بهر طویله توللی یه جلد کامل کتابش بهر طویله بهر طویل هم عروض داره قافیه هم داره منطقه بسیار طولانی و ریتمیک نمونه بهر طویل رو برات خواهم بهر طویل معمولا پاراگراف پاراگراف پاراگرافه هر پاراگرافی با پاراگراف بعدی با پاراگراف بعدی اون واجهی که تموم میشه خط میشه با هم قافیان معمولا تا اونجایی که من دیدم تو بهر طویلا با حرکت آ تموم میشن ما با سرا با الف و نونم زیاد با هم زیاد داریم با واو هم زیاد داریم ولی عموما با الف ختم میشن حرکت آ نمونه بهره طبیل رو هم براتون خواهم خوا. میایم میای میرسیم به شعر سپید اجازه بدید من این نمونه ها رو براتون بخونم خب شعر نیمایی رو که خوندم شعر سپید بله یه نمونه بهر طویل ای که مرا مایه خطی و سروری و زهر عیب به دوری و چو یک پاو چه نوری و به همچه بلوری و مبراز قروری و پر از طبع و شعوری با دور با درودی یا سلامی یا نویدی یا پیامی یا حدیثی یا کلامی زره دور از این عاشق رنجور به تو ای دل بر محجور که باشی به هنر شهره و مشهور رو نباشد به دلت جور و جفایی میبینید قافیه رو کلمه به کلمه تیکه به تیکه اصلا ردیف میکنن مثل نصر مسجع به اضافه اینکه هر پاراگرافی آخرش قافیه داره برای خودش توی گوگل سرچ کنید بهر طویل بهر طویل های زیادی میاد که عموما هم فوکا هست بهر طویل ها در توفیق زیاد چاپ میشد مجله کاریکاتور چاپ میشد و فوکا هست این هم بهر طویل میایم سراغ شعر سپید شعر سپید در ادبیات ما از کجا پیدا شد در ده دهه سی یه عده اومدن شعر شاعران خارجی رو حالا انگلیسی فرانسه اسپانیایی هرچی ترجمه کردن و تو یه سری از مجلات چاپ شد مثل فردوسی و مجلات دیگه خب این شعری که ترجمه شد فقط متن شعر ترجمه میشد فرض کنید که مثلا این شعر ترجمه شده مثل اوله این دومی دوم این سوم مثل چهارم همجور میاد تا پایین بعد یه ده میگفتن آقا این چیه این شعر؟ آقا بله این شعره دیگه این ترجمه شعر الکساندر فلانه این ترجمه شعر میشل فلانه شعره گفتن خب اگه اینجوریه که خب ما میتونیم بگیم یه سری شروع کردن به یه سری دریوری نوشتن و چاپ کردن و متاسفانه چاپ هم میشد یعنی همینجوری یه سری جملات بدون وزن بدون قافیه بدون مفهوم بدون مضمون میگفتن این شعر اسمش هم گذاشته بودن شعر سپید حتی من یادم فکر کنم مجله فردوسی بود یه شاعری که این شاعر را چاپ کرده بود خیلی دیگه نوآوری کرده بود شود روزی با اسفی سفید به سراغت خواهم آمد پیتیکو 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 تا آخر صفحه صفحه بعد دوباره پیتیکو پیتیکو تا تا دو صفحه پیتیکو یه خطون بالا روزی با اسفی سفید به صاحب میگوین چی آقا شر نوه شر سفیده ببخشید شعر سپید دیگه یعنی یه قاعده چی نداره هیچی نه نداره دیگه همینه اگه چی بنویسه شعر سپیده تو این آشفت بازار شاملو اومد شعر سپید رو نجات داد یعنی یک سری شعر سرود تحت عنوان شعر سپید که این به لحاظ مضمون خیالانگیزی اون تعریفی که در جلسه اول کردیم از شعر که شعر باید خیالانگیز باشه خیالانگیزی عرض شود که و اون صناعات ادبی که ما در شعر کلاسیک ازش استفاده میکنیم مثل ایهام مثل ایجاز مثل جناس اینها رو آورد در قالب کلماتی که موسیقی بیرونی ندارن ولی موسیقی درونی دارن یعنی چه موسیقی درونی دارن یعنی شما این شعر رو دو تا واژه رو با هم جابجا جا بکنید میریزه به هم بیمزه میشه خب یه نمونه براتون میخونم بعد از شاملو سایر شاعرها مثل براهنی مثل فروغ فرخزاد مثل مشا... مشیری دیگران دیگران هم اومدن و این راه رو ادامه دادن و شعر سفید رو نجات دادن از دریوری گویی هنوز من تو ایران که بودیم تو خیلی از انجمنها می اومدن یه ده از این جوون ها هم شعر سپید میخونه همیشه میره بعد یه روز به یکیشون گفتم ببخشید این شعری که خوندید من چیزی نفهمیدم ازش که قرارم نیست چیزی بفهمید اگه شما چیزی ازش بفهمید که دیگه شعر نیست که اون دیگه نصره گذاره جدی میفرمایید پس جهت اطلاعاتون بگم اون خط سوم من یه برداشت کردم ازش فهمیدم برو اون عوضش کن یه چیزایی از اون فهمیدم عزیزانم کسانی شعر سپید موفق میتونن بگن یا در شعر سپید گویی موفق خواهند بود که این دوره شعر عروزی رو طی کرده باشن نیما شما دیوانش رو بگیرید یک جلد کامل شعرهای عروزی است جلد بعدیش شعرهای نوعه تمام شاعرای موفق شما از مشیری بگیرید از فروغ بگیرید از براهنی بگیرید از کسرایی بگیرید خود شاملو اینا عبور کردن از شعر عروزی تا رسیدن به شعر سپید ببینید دقیقا مثل نقاشی میمونه کسی میتونه کاریکاتور بکشه که آناتومی صورت رو خوب بدونه که پورتره رو به خوبی بتونه بکشه یک پورتره کلاسیک بکشه عین طرف حالا این آدم میتونه که کاریکاتور بکشه چرا؟ چون با شناخت دقیقی که از اجزای صورت این و آناتومی صورت این داره حالا میتونه یه جاهایی رو اگزاجره کنه یه جایی رو ندید بگیره یه جایی رو بزرگ کنه یه جایی رو کوچیک کنه بشه کاریکاتور یا فرض کنید که خط شکسته کسی میتونه خط شکسته بنویسه یا اصلا حق داره خط شکسته بنویسه که نستعلیق رو به خوبی میدونه یعنی یه رو به خوبی میتونه دراره نون رو به خوبی میتونه دراره کاف رو همینطور حالا این آدم میتونه نون رو شکسته کنه یا یه رو مثلا شکسته کنه این آدم نستعلیق نویس ماهری است که حالا خط شکسته می نویسه شما عزیزانم اگر شعر سپید میخواید بنویسید زمانی کارتون موفق خواهد بود که این چهارده جلسه قبلی رو که ما گفتیم و جلسات بعدی رو که ادامه خواهیم داد به خوبی طی کرده باشید اوسا شده باشید حالا میتونید شما شعر سپیده موفق بگیرید خیلی ها تو این لندن کتاب شعر به من میدن آقای امضا میکنن میدن بعد بعد میام میخونم میبینم واقعا حیف کاغذ حیف کاغذ حالا وقتی که آدم میخواد بذاره بخونه به جای خود و میخونم ها تمامو میخونم بگم شاید یه دونه دو تا توش قابل توجه در بیاد می‌نم، این فقط به درد شومی نمیخوره که مراقب باشی این چوبا خاموش نشه دوباره بگیره خب یک شعر سپید از شاملو میخونم براتون روزی ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برای هر انسان برادری است روزی که دیگر درهای خانههایشان را نمیبندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است روزی که هر لب ترانه است تا کمترین سرود بوسه باشد روزی که ما دوباره برای کبوترهای من دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم حتی روزی که دیگر نباشم به موسیقی درونی این شعر توجه کردید به خیال انگیزی به شاعران بودن کلام یعنی کلام باید شاعرانه باشه تا بشه شعر یک نمونه دیگه براتون بخونم اولین بار که دیدمت آنسان نگاهت در نگاه هم پیچید که انگار آشنای صد ساله ای. امان از چشمان مزاحم مردم که آشکارا نگاه دزدان من را می کاش به جای عکس نشسته در قاب ایستاده بر دیوار بودم که بی دقدقه به تو زل زده است ببینید ایزان غیر از اینکه موسیقی در اون داره یعنی شما واجه ها رو جابجا کنید بیمزه میشه دیگه شعر نیست نصره اون صناعت های ادبی رو که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت رو هم رعایت کرده آشکارا نگاه دزدانه من را می, پا... می پایند آشکارا دزدانه کاش به جای عکس نشسته در قاب ایستاده بر دیوار بودم نشسته ایستاده اینها متن رو شعر میکنه عزیزانی که شعر کلاسیک بلد نیستن و میخوان بنویسن خیلی خوبه بنویسن ولی اسمش رو شعر نذارن عزیزان اینها دل نوشته است و خیلی هم خوبه نوشتنش من به عزیزانی که علاقه دارن بنوشتن میگم روزانه دو تا سه تا دل نوشته بنویسید مسائلی که براتون به وجود میاد رو بنویسید و برای دیگران بخونید ولی اسمش دل نوشته است شعر نیست خب راجب شعر محاوره گفتیم من یه نمونه از شعرهای خودم و که خیلی هم شنیدید گذاشتم براتون که چجوری ما محاوره شعر میگیم و میشکنیم کلمات رو یعنی همین جوری که حرف میزنیم شعر میگیم ولی اون قالب های عروزی رو داره یا اگر ترانه است بر اساس اون ملودیمون میشینه جون خودم اگه بگن حالو گره سرسبده بینید اگه نمیگیم اگر توی تموم شاعره و تنزجت سر آمده تموم تمام بگن رو دستش تا حالا هیچ شاعری نیومده تموم ریزکاری تنز و فقط اون بلده میگم که این کارا دیگه قدیمیه کپک زده من که دیگه رأی نمیدم میخوای بده میخوای نده نمیگی میخواهی بدهید نمیخواهید ندهید اینجوری کلمات رو میشکنیم همونجوری که صحبت میکنیم محاوره برای همین میگن شعر محاوره ای یعنی بر اساس زبان گفتاری نه زبان نوشتاری میدونید که ما در فارسی اقلا دو تا زبون داریم گفتاری و نوشتاری بریم اداره میگه آقا میشه این کار ما را بندازین میگه بنویسینو بده بعد وقتی میخوام بنویسیم بگه این نه که گفتیم و نمینویسیم یه جور دیگه بنویسیم بله عزیزان من طبق معمول ما یک شاعر معرفی میکنیم در انتهای جلسه از شاعران موفق امروز که گفتم باز هم میگم شعر این عزیزان رو حفظ کنید در ترکیب بندی ذهنتون برای استفاده از مزامین و واجه های روز کمک میکنه زبانتون رو زبان روز میکنه خیلی از این هنرجوایی من که میگم با هم کار میکنیم هنوز زبونشون زبون حافظ و سعدی و خاقانی و بیدله خیلی خیلی که اومده باشن جلو پروین اعتصامیه از پروین اعتصامی تا حالا چقدر گذشته شعر امروز ما زبان امروز ما رو باید داشته باشه شعر از فریبا سفری نجات کشتی شکست و ریخت آنجا و هر از دوات شد قرقه در خودش گرداب انحطاط از های هوی موج در هم شکسته شد هر زورق تلاش هر قایق نجات اعدام شد امید در انتهای شب خورشید کشته شد در سایه سلات در جزر شب این ماه شکل کیست موجی به اوج رفت بی پایه بی ثبات در راه چاری بر تخت پاری داغ دوباری در هیئت حیات آن اشک خون چکید خشکید روی برگ شد خود نویس مرگ ماسیده بر برات بر جام شوکران حل شد مگر در جام شوکران حل شد مگر شود شیرین به کام خیش آن شاخه نبات وقتی قلم شکست در اضطراب دست پیمان گسست و ریخت آن جوهر از دوات درود بر شما عزیزان اون بحری که درس دادیم تو اون بحر سعی کنید که شعر بگید از اشعار خانوم سفر نجات یکی دوتا حفظ کنید تا جلسه بعد به درود پاینده ایران ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می کنید.